با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان و مخاطبان فرهنگ دوست برنامه زورق ادبیات در هر کجای جهان که هستید. درود ویژه به کلیه اهالی قلم و اندیشه که بیننده این برنامه هستن و این برنامه ها را دنبال میکنن. ساعت 21 اروپای مرکزی هست، 12 ظهر به وقت لس آنجلس آمریکا و 23:30 دقیقه به وقت میهنمون ایران هست. امشب جمعه 19 تیر 1396 برابر با 10 ژوئیه 2017 میلادی هست. 78مین قسمت از برنامه زورق ادبیات را به سماع نظر شما میرسونیم. شادی صاحب جسم تهیه تولید اجرا و ضبط این برنامه با من هستش. هدف ما از این برنامه معرفی کتاب هست و انعکاس صدای اهالی قلم و گفتگو با اهالی قلم. امیدواریم که از این طریق در افکار عمومی تاثیرگذار باشیم. این برنامه ها را با امید به روزهای روشن ایران تولید میکنیم. بخشی از برنامه امشب ما البته اسرارآمیز هست، چون در واقع راجع به یک نسخه خطی اسرارآمیز قرار هست که صحبت بکنیم. اسم این نسخه خطی که قرار هست در این قسمت از برنامه بهش بپردازیم و راجع به صحبت کنیم، نسخه خطی وینیچ هست. این نسخه خطی خیلی قدیمی هست و تاریخ نگارش اون به قرن 15 و 16 میلادی میرسه. من سعی میکنم که در واقع اطلاعات بیشتری را در رابطه با این نسخه خطی به شما بینندگان عزیز در این برنامه بدم. این نسخه خطی که شما در واقع کم و بیش ما سعی میکنیم در برنامه ازش صحبت بکنیم، در کتابخونه دانشگاه ایل آمریکا نگهداری میشه و بر اساس تخمین سایت کتابخونه دانشگاه ایل آمریکا ارزش این نسخه خطی $100,000 تا $160,000 هست. این نسخه به زبانی در واقع نوشته شده که به نوعی قابل خوندن نیست و نیاز به رمزگشایی داره. شما در سمت راست تصویر به تصویری برمیخورید. این کتابخونه ایل دانشگاه هست، دانشگاه آمریکا هست و در بخش نسخه خطی و کتاب‌های کمیاب در این کتابخونه این نسخه خطی، نسخه خطی وینیچ وجود داره. شما تصویر را ملاحظه میکنید و همچنین تصویر اومبرتو اکو، رمان نویس و نشانه شناس و نویسنده بزرگ ایتالیایی را میبینید. این نویسنده به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس این کتابخونه در پاییز سال 2013 به این کتابخونه رفته و تنها خواستش از کلکسیون کتاب‌های کمیاب و بازدید از این کلکسیون این بوده که این نسخه خطی وینیچ را براش ببرن و به اون نشون بدن. به نوعی اهمیت این نسخه خطی را نشون میده. مسئول این کتابخونه هم حتی اعلام کنن که هفته ای 3 ایمیل از سراسر جهان در رابطه با رمزگشایی این نسخه خطی دریافت میکنن. باز میگردیم و بیشتر میخواییم راجع به این نسخه خطی صحبت بکنیم. این در واقع مقدمه کوتاهی بود که من در ابتدای برنامه راجع به این نسخه خطی دوست داشتم بگم. این موضوع نسخه خطی وینیچ و رمزگشایی اون از اتفاق دستمایه خلق یک رمانی پر از تخیل و آمیزه از رئالیسم و هیجان در ادبیات تبعید ایران به زبان فارسی شده. عنوان کتاب برنامه امشب ما که قرار هست راجبش صحبت بکنیم رمانی هست با نام پروک گلبرگ زندگی. نویسنده این کتاب آقای سمسام الدین رجایی هستن و ناشر این کتاب هم در واقع انتشارات اوسورنوس در مونیخ آلمان هست. کتاب در فوریه سال 2016 در حجم 326 صفحه به زبان فارسی منتشر شده. امشب همونطور که میبینید راجع به این رمان میخوایم صحبت کنیم. رمانی پرحادثه و اسرارآمیز هست و در برگیرنده ماجرای مرد ایرانی هست که جوان هست، کتابدار هست و
زندگیش به طور ناخواسته به این نسخه خطی وینیچ گره میخوره و با تخیل نویسنده تا یک داستان پرکشش، پر از حادثه و همچنین پر از گره و اسرارآمیز، این فرد همراه با چند نفر دیگه از اروپا در واقع حرکت میکنن و سر از ایران در میارن و ادامه ماجرا. داشتن نگاه تاریخی نویسنده این رمان و تعریف وقایع تاریخ ایران معاصر و همچنین تاریخ کشور ایتالیا هم این رمان رو بیش از پیش به نوعی واقعی و رئال جلوه میده. امشب همراه با شما بینندگان عزیز این برنامه سری خواهیم زد به سطرهای این رمان و چرخه خواهیم زد در میانه این سطرها تا با دغدغه‌های نویسنده این رمان بیشتر آشنا بشیم. از این رو با زورقمون به شهر مونیخ در آلمان سفر خواهیم کرد و به دیدار نویسنده این کتاب خواهیم رفت. آقای سمسام‌الدین رجایی مهمان این هفته برنامه ما هستن. آقای رجایی درود بر شما و به برنامه ما خوش آمد. خانم سالوشی خیلی ممنون از دعوت شما، خدمت شما و بینندگان برنامه زوار ادبیات سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه. آقای رجایی قبل از اینکه راجع به این رمان بخوام با شما به گفتگو بپردازیم چند سوال مقدماتی داشتم. چه شد که شما با این نسخه خطی برخورد کردید و اونا دستمایه خودتون در این رمان قرار دادید؟ و همچنین در واقع توضیحات بیشتر راجع به این نسخه خطی وینیچ را برای ما و بینندگان این برنامه بفرمایید. راستش خودم هم نمیدونم اولین بار من کجا راجع به نسخه وینیچ مطلبی رو خوندم. متأسفانه در مورد این نسخه دستنویس تقریبا به طور مرتب مقالاتی اینجا و اونجا چاپ میشه در روزنامه‌های مختلف از جمله در روزنامه‌های ایرانی هم همینطور، چون که این کتاب دستمایه کوشش خیلی از اندیشمندان بوده تا کنون، از دانشگاه‌های مختلف، متخصصین مختلف، حتی از سازمان‌های اطلاعاتی مختلف کوشیدن این کتاب رو رمزیابی کنند. کتابی که احتمالاً قرن 15 یا 16 میلادی نوشته شده، اون تاریخ رو هم تقریبی چون که به محتوای کتاب دسترسی نیست در حقیقت تالا نشده کشف کنن، محتوا رو نمیدونن که این کتاب دقیقاً که کی نوشته شده، نویسندش کی بوده و اصلا به چه زبانی هست. بسیار خوب، راجبه یکی دیگه از موضوعات صحبت کنیم. شما در ابتدای رمان به نوعی به طرح یکی از سوالات پرداختید و سوالاتی را مطرح کردید. آیا این کتاب در ایران نگارش شده؟ آیا نویسندگان اون ایرانی بودن؟ ساکن ایران بودن؟ این سوالاتیه که شما اومدید مطرح کردید قبل از آغاز رمان. می‌خواستم ببینم که آیا این سوالات خیالی هستن و از طرف شما و با تخیل شما مطرح شدن یا نه دانش بنیاد هست و واقعا راجع به این نسخه خطی چنین شک و تردیدهایی وجود داره؟ همونطور که گفتم چون که زبان این کتاب مشخص نیست جا برای تخیل بازه. این ایده که ممکنه این کتاب به فارسی نوشته شده باشه یا در ایران نوشته شده باشه من جای دیگه راجبه این نخوندم، این ایده خودم بود. ولی خب به هر حال چون که زبان کتاب مشخص نیست میشه گفت که هر امکانی وجود داره. این همه امکانی نیست که بشه بگی 100% منفیه. آقای رجایی بیشتر بپردازیم که راجع به رمان صحبت بکنیم. اسم رمان هست پروک گلبرگ زندگی. پروک چی هست؟ کمی از پروک برامون صحبت کنید و چرا معتقدید که پروک در واقع گلبرگ زندگی هست؟ خب اگه شما که داستان رو خوندید میدونید که محتوای داستان اونطوری که یکی از قهرمانان اصلی داستان فکر میکنه مربوط میشه به یک گیاهی که احتمالاً
اثرات خیلی غیرعادی روی انسان داره، شاید عمر انسان رو طولانی کنه یا ابدی کنه و یا بسیاری بیماری ها رو بتونه معالجه کنه. ولی خب این گیاهی گیاه خیالیه، تون کتاب هم عکس گیاه های خیلی مختلفی هست و اسامی کتاب ها هم نمیشه خون. این گیاه رو من سعی کردم یه نامه براش انتخاب کنم که مشخص باشه که این گیاه گیاهی واقعا موجود نیست، یا اگر زمانی موجود بوده یه الان موجود نیست، و همین تر یه اسم فانتزی در حقیقت براش انتخاب کردم. سعی کردم اسم باشه که به بویش فارسی و به زبان فارسی بخوره و به همین جهت هم نام پروک رو انتخاب کردم. آقای رجایی، در حقیقت نام رو انتخاب کردم، اختراع کردم، نه اینکه انتخاب کردم. بسیار خوب. آقای رجایی، بخش هایی در واقع از تاریخ ایتالیا هم در کتاب قرار داده شده و همچنین جغرافیای شهر فلورانس تو این رمان دیده میشه. از تاریخ ایتالیایی که در این رمان استفاده کردید برای ما و بینندگان این برنامه توضیحاتی را بفرمایید. خب برای هر داستانی در یک زمان و مکان خاصی باید طی بشه و پس چون که به نظر میاد که این کتاب در تاریخ 15 و 16 میلادی نوشته شده باشه و بر اساس بعضی از تصاویری که اون توی این کتاب هست حد زده میشه که این کتاب در ایتالیا نوشته شده باشه، من مکان داستان رو در حقیقت مکان و زمان داستان طوری به من تحمیل شده که باید ایتالیا باشه و قرن 15 باشه و برای اینکه بتونم داستان رو کمی واقعی‌تر ببینم مسلماً باید در مورد اون زمان و مکان تحقیقاتی میکردم و سعی کردم جوری باشه داستان که به محتوای که با تاریخ واقعی ایتالیا در اون دوران سازگار باشه. بله. راجبه یکی از پاراگراف های کتاب میخواستم بیشتر صحبت بکنیم. از صفحه 205 این رمان انتخاب کردم که برای شما بینندگان میخونم. هنگام ورود به دانشگاه باید از سد مرد ریشویی که در دربانی دانشگاه ایستاده بود میگذشتیم. احساس کردم از سده های میانی فلورانس به قرون وسطای تهران منتقل شدم. این در واقع یکی از پاراگراف های کتاب بود. رنسانس و نوزایی اندیشه و فرهنگ در جامعه اروپا از فلورانس شروع شده. شما اومدید در کتاب یک مقایسه تاریخی انجام دادید. آیا خوشبین هستید که روزی هم ما در تهران به نوعی به رنسانس اندیشه و فرهنگ دست پیدا بکنیم یا خیر این قرون وسطای تهران همچنان قرار هست که دراز مدت ادامه پیدا بکنه؟ البته که من مثل هر ایرانی امیدوار هستم که این قرون وسطای ایران زیاد طول نکشه. در این قسمت از داستان قهرمان داستان از یک طرف با این کتاب مهمیش در تلاشه که ریشه هاشو پیدا کنه و میدونه که این دیگه تا اون لحظه از داستان به این مسئله پی برده که این در قرون وسطای ایتالیا زمان قرون وسطا در اروپا نوشته شده و حال و هوای اون رو رو احساس کرده و وقتی برای تحقیقات به ایران میره باز با یه شرایطی روبرو میشه که چندان دور نیست از اون شرایط محدود و بسیار در باور قرون وسطا در اروپا و بیشتر نظر من اینجا این بوده که این مقایسه رو نشون بدم که اون محدودیت هایی که اون موقع در اروپا وجود داشته متاسفانه الان به اشکال دیگه در ایران وجود داره. و یه چیزی که این پام اضافه کنم اینه که من قصدی نبوده که حتما یک داستان تاریخی یا سیاسی بنویسم یا مسائل سیاسی ایران رو تحت تحلیل قرار بدم. منتها وقتی که داستان در ایران میگذره قسمتی ازش خواهناها واقعیت موجود ایران باید توش به شکلی منعکس بشه و اینطوری که این
مقایسه پیش اومده. بسیار خوب. دوست داشتم که علی رغم که شما قرار نبوده که تاریخ نگاری بکنید، اما راجع به همین موضوع صحبت کنیم. بخشی از تاریخ سیاسی معاصر ایران شما بعد از انقلاب به نوعی پر رنگ در کتاب آوردی، در جایی که شخصیت ها وارد ایران میشن. بهروز رامتین شخصیت ایرانی این رمان هست که جوان ایرانی هست، سال زیادی در کتابخونه مجلس کار میکرده و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی از کشور خارج شده و به مونیخ اومده و شروع کرده در این شهر زندگی کردن. دوست داشتم که دیالوگی از بهروز را که تو این رمان هست و به نوعی به شرایط ایران و فضای بسته دوران جمهوری اسلامی اشاره میکنه در برنامه بخونم. از صفحه 60 رمان انتخاب کردم تا بخونم. پس از روی کار آمدن رژیم جدید مدتی آنجا ماندم و کوشیدم کارم را با وجود مشکلاتی که برای همکاران جدیدم داشتم ادامه دهم. همکارانی که بیشتر به خاطر مذهبی بودنشان استخدام شده بودند تا به خاطر دانششان. اما وقتی متوجه شدم عده‌ای از آنها کتاب‌های ارزشمند را از کتابخانه می‌دزدند و در بازار قاچاق می‌فروشند و عده‌ای دیگر می‌کوشند کتابخانه را از وجود کتاب‌هایی که به نظر آنها مغایر با باورهای اسلامی بود خاکسازی کنم، دیگر نتوانستم و نخواستم به کار خود در آنجا ادامه دهم. ترجیح دادم استعفا بدهم و بعد هم مانند بسیاری دیگر به دنبال یک آینده بهتر ایران را ترک کردم. یک بخشی هم از صفحه 117 انتخاب کردم تا بخونم. بهروز اینطور میگه: گفتم ایران کشور زیبایی است، اما متاسفانه دولت حاکم بر آن تحملش را برای ایرانی ها هم غیر ممکن کرده، چه برسه به خارجی ها. یکی از دیالوگ های بهروز بود و به دیالوگ کوتاه دیگری از صفحه 154 کتاب میریم تا اونم در برنامه بخونیم. اما ورود و خروج از مرزهای وطنم ایران برای من دلخورانگیزتر از عبور از هر مرز دیگر است. این هم یکی از گفتگوهای بهروز هست که در این کتاب قرار داده شده. آقای رجایی، ضرورت شما در پرداختن به تاریخ سیاسی معاصر ایران در این رمان چی بوده؟ کما اینکه در گفته قبلیتون خودتون اشاره کردید که من قصدی بر اینکه یک کتاب تاریخی درست بکنم نداشتم، اما در واقع اشاره های تاریخی شما به این رمان به نوعی بار تاریخی رمان شما را هم زیاد کرده و این رمان را علاوه بر اینکه یک رمان اسرارآمیز و دانش بنیاد راجع به یه نسخه خطی هست، یک رمان تاریخی هم در واقع میشه گفت که این رمان هست. توضیحات بیشتر را از شما بشنویم. خوشحالم که کتاب من به شکلی تاریخ معاصر ایران رو منعکس میکنه. خب این همونطوری گفتن واقعیت‌های جاری ایران ما در دوران کودهای بعد از انقلاب خیلی میشه میبینیم که چطور آثار فرهنگی ایران نابود میشن، چطور فیلم‌هایی که در آرشیوهای رادیو تلویزیون ایران هستن نابود میشن، چطور کتاب‌ها نابود میشن یا آثار موزه ها به خارج از کشور به شکل غیرقانونی فرستاده میشن و فروخته میشن. اینها رو همه میشه میدیم سالها و مسلما کسی مثل بهروز رامتین که رابطه تنگ و تنگی با کتاب داره، وقتی که اینها رو میبینه این نمیتونه راجع به اونها بی تفاوت باشه. اگر این شخصیت داستان این گونه اظهارات رو بیان نکنه، خب شخصیتی غیر واقعی میشه. من هم سعی کردم که شخصیت های داستان مسلما واقعی باشن و احساساتی هم که این قهرمان داره هنگام بازگشت به ایران و زمانی که در ایران هست و در برخوردش با دیگران، این هم احساساتی هست که فکر می‌کنم
اکثر ایرانیانی که از خارج به ایران برمیگردند داشتن و دارند. این الان به شاید به اون صورت یک اهمیت تاریخی نداشته باشه، ولی شاید بعد از ده ها سال، بعد از صدها سال، وقتی که زمان وقتی که شرایط ایران تغییر کرد، بعد بشه گفت که بشه وسیله باشه برای اینکه بشه احساسات ایرانی ها رو در این زمان بهتر فهمید و درک کرد. آقای رجایی، در میان گفتگو با شما هستی ممنون میشم که بخشی از کتاب رو به انتخاب خودتون و با صدای خودتون در برنامه بخونید. بفهم. خیلی ممنون. من پاراگرافی رو انتخاب کردم از کتاب اینجا در یکی از نسخه‌های دستی که قهرمان داستان سعی می‌کنه بخونه و بفهمه که رازهایی رو که دنبالش هستن پیدا کنه، ریشه هاشون رو. در یکی از کتاب‌ها خطوطی رو می‌خونه که البته به زبان فارسی قدیم در حقیقت نوشته شده. با وجود نمدیدگی برگ‌های دست‌نویس توانستم نخستین سطرها را بخوانم و به شکل زیر یادداشت کنم. به حضرت استاد اعظم حاجه نصیر مامتینی، دریغا خبری هزل مرا گفتن باید، چون به موطن باز آمدم در اینجا فتنه بالا گرفته و ولایت به آشوب یافتم. لشکریان خلیفه گریگوار ولایات بر راههای ترینزه تنگ فرو گرفته به حصر آوردند. خلیفه را آلت و ساز بسیار باشد و بس قوی دست است و محتشم و کس را زهره نباشد از این، و لشکریانش دست به خون نوارت شستند. چون استادم از ونزیا قصد سرورش نمود، چند حرف ناخوانا، ترینزه به دست سواران خلیفه گرفتار آمد و آن گونه که مرا اخبار رسید او را به سحر و ارتداد منصوب نموده بردار کشیده بکشتند. چه اندوهناک هلاکی. بسیار خب. آقای رجایی، شاید بینندگان ما الان توجه کرده باشن نثر این بخشی که شما خوندید و شاید فکر کنن کل رمان به این صورت هست، در صورت که تنها پاراگراف هایی هست که به نوعی به فارسی کهن نگارش شده. شما چطور توانستین به نوعی این بند ها را به فارسی چند قرن پیش بنویسید؟ ریشه این نوع نگارش نزد نویسنده را از کجا باید جستجو کرد؟ ابتدای توضیح بدم که این قهرمان داستان سعی میکنه که اسرار اون دست‌نویس بوینیش رو کشف کنه و او و همراه ایتالیاییش که پروفسور زبان شناسه به این نتیجه میرسن که این کتاب احتمالا در ایران نوشته شده و اسناد دیگه رو پیدا میکنن که در همون زمان تقریبا همزمان با نوشته شدن دست‌نویس بوینیش در ایران نوشته شده. خب وقتی که این اسناد در اون زمان نوشته شده باشند، مسلما باید با زبان اون موقع نوشته شده باشند. البته من ادعای این رو ندارم که این زبان دقیقا زبان اون موقع است. متأسفانه سعی کردم با وقتی این کتاب رو می‌نوشتم با خوندن آثاری که اون موقع نوشته شدند، از جمله کتاب تاریخ بیهقی یا اون در اون حوالی از نظر تاریخی نوشته شدند، مثل تاریخ بیهقی، مثل تاریخ طبرستان نوشته مرعشی، مثل تاریخ طبرستان نوشته اسفندیار کاتب، سعی کردم با خوندن اونها به زبانشون رو بفهمم و واژه ها و جمله بندی اون موقع رو بیشتر باش آشنا بشم و بتونم طوری بنویسم این قسمت های داستان رو که با زبان اون موقع تقریبا شباهت داشته باشه. و خودم فکر میکنم که تا حدودی در این زمینه موفق بودم. بسیار خوب. باز میگردیم و گفتگو رو با شما ادامه میدیم. آقای رجایی، راجع به طراحی جلد این کتاب
بیشتر صحبت بکنیم و همچنین قرار دادن در واقع یکی دو صفحه از نسخه دست نویس وویچ. ممنون میشم که توضیحاتی را در این باره برای ما و بینندگان برنامه بفرمایید. توی کتاب راجع به گیاه اسرارآمیزی که قهرمانان داستان دنبالش هستن توضیحاتی نوشته شده که به چه شکلی از اندازش، برگهاش، ریشهش. راجع به این نوشته ها رو من به طراح کتاب دادم، طراح جلد کتاب، و همینطور نسخه هایی از کتاب از صفحات دستنویس وویچ. و خوشبختانه این طراح کتاب خیلی با سلیقه تونست طوری طراحی کنه که جلد کتاب تقریبا شبیه باشه با کتاب وویچ و اون نوشته هایی که توی کتاب وویچ هست. بسیار خوب. آقای رجایی، راجبه یکی دیگه از بخش های کتاب میخواییم صحبت بکنیم. شخصیت پردازی که شما انجام دادید برای بهروز رامتین در این رمان، جغرافیای این شخصیت را ابتدایی توضیحی برای بینندگان ما بدید تا یکی دو سوال راجبه این شخصیت مطرح بکنیم. بفرمایید. خب شخصیت داستان هم یه شخصیت فانتزیه، منتها وقتی که با کتاب سر و کار پیدا میکنه، وقتی که با کتاب دستنویس سر و کار پیدا میکنه، بازم خود ایده شخصیت رو تا حدودی به تحمیل میکنه. علی کسی باید میخواد با کتاب سر و کار داشته باشه، پس باید به یه شکلی با کتاب خونه در ارتباط باشه، پس باید اینجا در کتاب خونه کار کنه و سوابقی در ایران داشته باشه. تقریبا میتونم بگم که بیشتر جغرافیا و زمان داستان رو در حقیقت اون ایده اولیه به من تحمیل کردم و نمیشه دیگه وقتی که داستان شروع شد و اولین سطرها اولین صفحات نوشته شدن دیگه گریزی از اون مکان و زمان به راحتی ممکن نیست. این شخصیت بهروز رامتین در کتابخونه مجلس یه مدتی کار میکرده و در واقع در آستانه انقلاب یا قبل از انقلاب و از شرایط سیاسی اون موقع کتابخونه مجلس هم داره صحبت میکنه. راجبه این شغلی که شما برای این شخص انتخاب کردید یکم صحبت بکنیم. 30 دقیقه تازه از وقت برنامه گذشته و ما 30 دقیقه دیگه وقت داریم و مجبور هستیم که سوالات بیشتری را با شما مطرح بکنیم. بفرمایید. خیلی ممنون. من نمیدونم واقعا همچین شغلی، همچین پوزیسیونی در مجلس شورای اسلامی وجود داره یا وجود نداره. این چیزی که من حد زدم باید وجود داشته باشه. من میدونم که مجلس شورای ملی، یکی از کتابخونه مجلس شورای اسلامی، یکی از منابع بزرگ آثار فارسیه و تعداد زیادی کتاب‌های دست‌نویس اونجا نگهداری میشن. منتها این چیزی که در داخل کتابخونه روابط به چه شکلیه و وظایف چطوریه، کارها کدوم از شغل‌ها چی هستن، تقسیم کارها به چه شکلیه، من متأسفانه از این خبری ندارم. بیشتر روی فانتزی من نوشته شده و ممکنه که خیلی جاش با واقعیت سازگار نباشه، ولی طوریه که برها داستان واقعی باید جلد کنه. حس میزنم که این برهای کتابخونه باید یه همچین پوزیسیونهایی داشته باشه، یه همچین وظایفی، یه همچین کارهایی باید اونجا انجام بشه. من حس میزنم. بپردازیم به یکی دیگه از قسمت های کتاب. اگر لطف کنید یکی دیگه از پاراگراف های کتاب رو با صدای خودتون در برنامه بخونید به انتخاب خودتون. یه قسمتی از کتاب رو میخوام بخونم که برمیگرده به زمانی که قهرمان داستان همراه یکی از همراهانش که از ایتالیا به او به ایران رفته در ایران هستند. چند قدمی دست الیزا در دست من بود.
انگشتان ظریفش به دور انگشتانم حلقه شده بودند و گرمی دلانگیزی در آنها می پراکندند. من فردی نیستم که زود تحت تأثیر نوازش های دیگران قرار بگیرم. اما آنطور که ویزا انگشتان مرا در دست خود می فشرد، ناگهان شوق و عشق آتشین و بی‌سابقه‌ای وجودم را فرا گرفت. نیاز شدیدی به بوسیدن دستی که این گونه نوازشگرانه دست مرا در خود داشت در من زبانه کشید. آقای نیشخند، یکی از افرادی که اونجا بود، به ما نگاه کرد، لبخند مخصوصش بر لبانش نشست و به اطراف نگاه کرد. پیاده‌رویی که ما در آن بودیم خالی از رفت و آمد بود، اما ناگهان به خاطر آوردم که ما در ایران هستیم و در جمهوری اسلامی مرد و زن در خیابان اجازه ندارند دست یکدیگر را بگیرند تا چه رسد به اینکه بوسه بر دست هم بزنند. دست خود را آرام از دست الیزا بیرون کشیدم. وقتی وارد خانه شدیم، الیزا که از نگاه کردن به چشمان من پرهیز میکرد گفت که میل به شام خوردن ندارد و ترجیح میدهد زودتر به بستر برود و استراحت کند. سپس از رضا تشکر کرد و شب بخیر گفت تا به طبقه بالا برود. پیش از بالا رفتن از او پرسیدم آیا فکر میکند فردا بتواند به سفر بابل برود، و او بدون اینکه به من نگاه کند و بیشتر رو به رضا گفت که به هیچ وجه حاضر به تغییر برنامه سفر بابل نیست. بسیار خوب آقای رجایی، باز کردیم و راجبه رد عشق در این رمان صحبت کنیم. عشق ظریفی هم در لابلای هیجانات و اسرارهای معروف دست نوشته واینیچ در این کتاب دیده میشه. از این عشق و روشی که شما برای تعریف ملایمه یک عشق در بستر یک داستان پر هیجان استفاده کردید بیشتر صحبت کنیم. خب من البته هدفم بیشتر نوشتن سرنوشت اون دست نویس بود، منتها بازم میگم داستان خودش رو به نویسنده به نظر من تحمیل میکنه. وقتی که دختری مثل الیزا و کسی مثل بهروز که احتمالا به خاطر بزرگ شدن در ایران تجربیات رابطه با جنس مخالف رو به اون صورت نداره و تجربات عشقیش کمه، وقتی که با یک همچین دختری با اون جذبه های خودش در کنار هم قرار میگیره و یک ماجراهایی رو با هم پشت سر میذارن، به تدریج یه احساس علاقه در اون به وجود میاد به این دختر. البته در این دختر هم به همشه، اون هم از با جنبه های دیگه براش چنین شخصیتی جالبه و گرایش پیدا میکنه و هم وقتی دو فرد جوان در مدت طولانی چنین تجربیات خیلی میشه گفت تا حدودی سخت و وحشتناک رو با هم پشت سر داشته باشن، یه چیزی اینها رو به هم دیگه نزدیک میکنه. حالا که یه همچین رابطه به عشق تبدیل میشه، این چیزیه که نمیشه پیشگویی کرد و نمیشه دقیقا تحلیل کرد و نوشت، و امیدوارم تو اونطوری که تو این داستان نوشته شده باشه برای خواننده جالب باشه. بینندگان عزیز، ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای رجایی حول محور عاشقانه این رمان. میخوایم یک کم بیشتر صحبت کنیم با توجه به وقت برنامه. یکی از پاراگرافهای کتاب رو انتخاب کردم تا بخونم در برنامه که به نوعی نشان دهنده این احساس عاشقانه شخصیت ها هستن که در بستر این رمان در واقع قرار داده شده. در همین هنگام الیزا از آسانسور روبروی ما خارج شد و دکتر باستیانی جمله خود را ناتمام گذاشت. وقتی الیزا آمد زیبایی او بیکران بود، همان شلوار جین با ملیله زنبق و پیراهن رکابی ساتن کرمی به تن داشت. روی پیراهن ساتن خود پیراهن آبی با دکمه های باز و آستین های بالا زده پوشیده بود. گوشه ای از پانسمان دست او پیدا بود، اما ذره خلل در زیبایی او ایجاد نمی کرد و
به نظرم آمد که همه سالن هتل محو تماشای زیبایی او هستند و تمام سالن را غم از دست رفتن الیزا فرا گرفته است. من یک ایرانی خیلی سنتی نیستم، اما اگر یک چیز باشد که ما ایرانی ها هرگز توانایی مقابله با آن را نداریم، غم و اندوه دیگران است. ما همه گناهان افراد غمگین را میبخشیم و حاضریم تسلیم هر خواست غیر منطقی آنها بشویم. باز میگردیم و گفتگومون را با مهمان برنامه پیگیری میکنیم. آقای رجایی، دوست داشتم راجع به استراتژی شما در نگارش این رمان دو سوال را خیلی کوتاه مطرح بکنم. یکی اینکه پالس هیجان در این رمان خیلی زیاد هست، علاوه بر اسرارآمیز بودن نسخه خطی وینیچ، مرتب این داستان دچار هیجان میشه و به محض اینکه یک هیجانی تموم میشه هیجان دیگه شروع میشه و نبض این رمان مدام با هیجانات بالا و پایین میره. راجبه در واقع این هیجانات صحبت کنیم، چرا شما مدام با ما یک نویسنده داری پالس هیجان را در این رمان در واقع میدمید؟ من خیلی آگاهانه سعی کردم یه نقاط هیجان انگیز توی داستان ایجاد کنم، چون اگه فقط به مسئله دستنویس پرداخته میشد داستان خیلی زود تصدیق کننده میشد و خواننده نمیتونست انتهای داستان رو با علاقه بخونه. برای همین من سعی کردم از طریق ایجاد حوادثی که گاهی شاید میکنی غیر واقعی باشن یا به دشواری قابل عبور باشن، و همینطور از طریق رابطه ایجاد یک رابطه رشد کننده بین این قهرمانان داستان، به خصوص بین بهروز و الیزا، این هیجان رو ایجاد کنم و در حقیقت خواننده رو پای کتاب نگه دارم که تا انتهاش بخونه و بدونه که سرانجام این روابط و پایان این حوادث به چه شکلی میشه. آقای رجایی، یکی از سوالاتیه که دوست داشتم مطرح بکنم راجع به نحوه گره گشایی شما به عنوان نویسنده و در واقع خالق این اثر هست. شما یه گره خیلی بزرگ در ابتدای داستان ایجاد کردید و داستان در ابهام و مه بسیار زیادی شروع میشه و علاوه بر این هیجانات، نحوه گره گشایی شما خیلی آروم هست در روند داستان، آروم آروم این گره ها را شما باز میکنید. راجب این نحوه گره گشایی که یک گره خیلی خیلی بزرگ در اول داستان هست و آروم آروم تا آخرین صفحه داستان برخی از این گره ها باز میشه، حتی به نوعی گفت برخی از گره ها هم باز نمیشه. راجب این استراتژی شما در رابطه با گره گشایی این داستان خواستم صحبت کنیم. خب موضوع اصلی داستان در حقیقت کشف محتوای دستنویس وینیچه و این یک مثلا ابهام اصلیه که در واقعیت حل نشده و در داستانم من نمیخواستم که حل بشه، یعنی یا به طور کامل یک راه حل ممکن براش ارائه بدم. برای همین سعی کردم که این آخرم این ابهام به هر حال به شکلی باقی بمونه، منتها برای اینکه به اون مرحله از داستان برسیم که یک راه حل ممکن ارائه شده باشه برای این داستان، بعد خیلی قدم‌های پیش از اون برداشته بشه و یه سری از ابهام‌های کوچیک وجود داشته باشه و برطرف بشه و تا بشه به اون ابهام اصلی نزدیک شد. و بتونم همین ابهام های کوچک هستن و طرز برطرف شدنشون که به شکلی با تاریخ ایران، به شکلی با تاریخ ایتالیا گره زده شدن، بتونم همین ها هستن که یکم بر جذابیت داستان افزودن. آقای رجایی، راجبه
یکی از موضوعاتی که شخصیت بهروز رامتین داره میخواستم صحبت کنیم، در این رمان چند جا دیده شد که بهروز رامتین یه جمله ای را که در واقع یه نوع اندیش است، یه نوع طرز زندگیه که از آلمان یاد گرفته در کتاب میگه. من یه بندی رو انتخاب کردم که بخونم. رویدادها سرعت عجیبی داشتن و مرا به دنبال خود میکشیدن. احساس کردم هیچ کنترلی روی آنها ندارم و این موضوع مرا نگران میکرد. پیشتر هم گاهی این احساس را داشتم، اما سالهای اخیر در آلمان به تدریج آموخته بودم که زندگی خود را در مسیری که خود میخواهم هدایت کنم. آقای رجایی راجبه این صحبت کنیم، این شخصیت چند بار در چند جای کتاب از نوعی جهانبینی جدید که در بستر کشور آلمان بهش دست پیدا کرده صحبت میکنه و یه نوع در موقع نگرش جدید در تبعید پیدا کرده و میگه من این دانسته های آلمان، چند بار تکرار میشه این دانسته هایی که از آلمان آموختم، در این باره میخوام صحبت کنیم. آیا در واقع دانسته های خودتون بوده که در آلمان آموختید و به این شخصیت واگذار کردید یا خیر؟ خب بیشتر چیزهایی که من در اروپا آموختم و چیزهایی که دیدم که دیگر ایرانی ها آموختن و انجام دادن، اینها در نوشته من بازتاب داره و اینها نمیشه این کار کرد. منتها واقعیت اینه که این آقای رامتین، بهروز رامتین، یک شخصیت خاص خودش رو داره و با یک پرنسیپایی که از قبل بهش معتقد بوده، حتی در ایران معتقد بوده و نتونسته مثلا با اون شرایطی که بعدا در کتابخانه مجلس حاکم شده نتونسته خودش رو بفت بده یا نخواسته، اون یه شخصیتش اون موقع وجود داشته و یه همچین شخصیتی که به آلمان بیاد یا به اروپا بیاد بیشتر جنبه های مثبت اینجا رو مسلمن سعی میکنه که بگیره یا به سری از عادت ها و رفتارها رو بپذیره و شاید بعضی هاش رو نپذیره، برای اون شخصیتی خاص خودشه و یه شخصیتی که بعد برای که باقی باشه نمیتونه از کنار همه این تجربیاتی که پیدا میکنه در اروپا بدون عکس العمل بگذاره، مجبوره که اونها رو به یه شکلی تحلیل کنه، بخواد نخواد، بپذیره یا نپذیره. بسیار خوب، راجبه یکی دیگه از بخش‌های رمان صحبت بکنیم. حدود 45 دقیقه از وقت برنامه ما گذشته و این فرصت را داریم تا سوال دیگری هم مطرح بکنیم. دکتر باستیانی خندید و گفت: نه، تفتیش عقاید هرگز نخواهد مرد تا وقتی کلیسا است، تفتیش عقاید هم خواهد بود. تا وقتی انسان معتقد است، تفتیش عقاید هم خواهد بود. سازمان تفتیش عقاید کلیسا هرگز منحل نشد، بلکه فقط نامش تغییر کرد. آقای رجایی در این مورد برای ما توضیحات بیشتر رو بفرمایید. آیا به راستی هنوز هم سازمان تفتیش عقاید هست، اینطور که دکتر باستیانی یکی از شخصیت های این رمان بهش معتقده؟ نه، من معتقد نیستم که یه همچین چیزی هنوز وجود داره. معتقد این دیدگاه‌های دکتر باستیانیه که بعضی جاها خیلی داستان رو خوندید اما متوجه شدید خیلی جاها خیلی غیر واقع‌گراست و یه مقداری در تخیلات خودش زندگی میکنه و دنبال چیزهای دیگه ای در زندگی هست، چیزهایی که رابطهشون با واقعیت گاهی گسسته است. اون اینطوری معتقده، این اعتقاد من نیست. یکی دیگه از بخش های رمان را در برنامه میخونم. با شرمندگی از حجاب اجباری در ایران توضیح داده بودم: به علاوه شما به لباس اسلامی هم احتیاج دارید. و او با لحن گرفته ای گفته بود: دلم میخواهد مدتی از ایتالیا دور باشم. لباس را همه جا میتوان خرید. لباس اسلامی هم فکر کنم
در ایران بهتر از هر جای دیگری پیدا می شود. آقای رجایی، شما اشاره های مکرری به حجاب اجباری هم در ایران در این رمان کردید و الیزا یکی از شخصیت های این رمان هست که خانم در واقع غربی هست، که خانم ایتالیایی هست و قرار هست که به ایران بیاد و به نوعی درگیر این حجاب اجباری هست. راجع به این هم برای ما توضیحاتی را دیدگاه خودتون بفرمایید. برای من جالبه که شما چه نکته‌ای رو انتخاب کردید برای گفتید. خب این وقتی گفتن داستان تعمیل میکنه به نویسنده خودش، وقتی که دختر اروپایی کسی که تانا حجاب اصلا شاید راجع به چیزی نشنیده باشه، ندونه چی هست، وقتی با این اجوارها رو برو میشه بعد یک عکس العمل خاصی داشته باشه، باز که باز برمیگرده به شخصیت اون. ممکنه بعضی هستن که حتی به خاطر این حجاب اجباری از سفر به ایران صرف نظر میکنن. این الیزا قهرمان داستان موقع در یک شرایط روحی خاصیه که میپذیره به ایران بره و براش مهم نیست که در اون موقعیت حجاب رو هم برای مدت کوتاهی تحمل کنه. در حال مسئله حجاب یک مسئله ایه که یکی از مسائل خیلی خیلی مهم در عرصه زندگی اجتماعی در ایران هست و ایرانی ها باش درگیر هستند و سال هاست و این چیزیه که باید بازتابش برای همیشه در ادبیات فارسی باقی بمونه و خواهد ماند. میخواستم راجع به یکی دیگه از موضوع صحبت بکنیم. جغرافیای این داستان آقای رجایی مرتب تغییر میکنه و خود روند داستان از جغرافیایی در واقع مونیخ شروع میشه، سر از فلورانس در میاره، به روم میاد، میره میلان، میره تهران، میره بابل، میره روستاهای در واقع مازندران، روستای دیبا و روستای فیلبند و در حین این در واقع روایت رمان شما مدام این جغرافیا که یه مقدارش جغرافی خارج از ایران هست و یه مقدارش در داخل ایران به نوعی خواننده رو مدام نویسنده شاید با تغییر جغرافیا هم خواسته به دنبال خودش بکشونه. در مورد این تکرر و استفاده مداوم از تغییر جغرافیایی که رمان درش میگذره برای ما بیشتر صحبت بفرمایید. خب هدف من بود که به شکلی این داستان رو و این دستنویس رو به ایران مرتبط کنم و برای که این ارتباط حاصل بشه باید هرچه سریعتر قهرمانان داستان رو به از اون مکانی که بودن در اروپا به ایران برسونه. برای همین خیلی در طول اقامت های کوتاه اینجا و اونجا برای خیلی سریع قهرمانان به محل اصلی داستان که ایرانه میرسن و اونجا هم باز در ایران هم باز روابط یعنی اتفاقات به شکلیه که بعد به مکان اصلی حوادث و حوادثی که سالها پیش اتفاق افتاده. همونطور که متوجه داستان دو تا لایه داره، یکی حوادث کنونیه و یکی حوادثیه که در زمان نوشتن دستنویس اتفاق افتاده و حوادثی که در زمان نوشتن دستنویس اتفاق افتاده در شمال ایران اتفاق افتاده و خوانندگان و کاوشگران ما به دنبال کشف این حوادث هستند، در کشف این تاریخ این نوشته ها هستند، باید به محل اصلی داستان میرسیدن. این طور بود که اون مکان دائما تغییر میکنه تا به اون مکان اصلی برسه. گاهی ممکنه که این تغییر نسبتا سریع باشه ولی برای داستان این رو ایجاد میکرده. سوالی که داشتم این که یکی از مکانهایی که توی این رمان هست به نام روکاتک هست و شما در رمان اشاره میکنید که روکاتک در مازندرانی قدیم روکا به معنی بلند و آتک به معنی دشت و صحراست.
آیا حقیقتاً چنین مکانی در مازندران وجود داره یا این در واقع به نوعی بخش خیالی و فانتزی رمان شما هست؟ این هم به سطحی از فانتزی رمانی که من وقتی این تاریخ تبرستان رو بخوندم و یه سری از واژه های تبری رو نگاه میکردم و با هم ترکیب کردم این واژه رو اهم به خاطر ندارم که به طور کامل این واژه رو جایی خوندم یا اینکه ترکیب کردم، ولی یه همچین مکانی نمیدونم وجود داشته یا من نکنم. بسیار خب، به یه لحظه در موقع این سوالات رو من مطرح میکنم که بخش هایی از رمان حقیقتش در موقع در به نوعی به تاریخ مربوط هست، تاریخ درست هست، جغرافیا درست هست و بخش هایی از رمان تخیلی هست و چنان این دو به هم آمیخته شدن که شاید خواننده متوجه بخش تخیلی نشه و همه را در مجموعه همون رئالیسم تاریخی و جغرافیایی درستی که تو رمان قرار داده شده در نظر بگیره و بخش تخیلی را خیلی متوجه نشه. کم کم به اواخر گفتگو با شما نزدیک میشیم آقای رجایی، اگر لطف کنید توضیحاتی را هم در رابطه با نحوه دسترسی و خریده این رمانتون برای ما و بیننده برنامه بفرمایید. بله، رمان رو میشه از طریق آمازون سفارش داد در کشورهای مختلف و همینطور از طریق سایت انتشارات ستوروس میشه سفارشش داد و خیلی ممنونم از دعوتتون مجددا و امیدوارم که این کتاب برای خوانندگان و برای بینندگان شما جالب باشه. بسیار خوب آقای رجایی، ممنون که وقتتون رو در اختیار افکار عمومی قرار دادی و در این برنامه شرکت کردید. اگه نکته یا مطلب خاصی هست که دوست دارید در رابطه با این رمان در انتهای گفتگو بهش اشاره کنید بفرمایید. در رابطه با رمان فکر میکنم خیلی صحبت شد مرمزه کافی. من در اینجا فقط میخوام از شما تشکر کنم که اینطور میکوشید ادبیات خارج از ایران رو به ایرانی ها معرفی کنید و براتون و برای بینندگانتون آرزوی موفقیت و ایام خوبی رو. ممنون و سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. بینندگان عزیز، این کتاب، کتاب پروک گلبرگ زندگی را هم سعی کردیم در این برنامه معرفی کنیم، به این برنامه آورده شد تا در حافظه تاریخی این برنامه ثبت بشه. امیدوارم که با مراجعه به سایت آمازون و یا سایت انتشارات اوسترنوس بتونید این کتاب رو مطالعه بکنید و تهیه بکنید. ممنون و سپاسگزارم از شما که تا این موقع شب ما را همراهی کردید در این گفتگو و امیدوارم که آگاهی رسانی فرهنگی در حوزه کتاب و ادبیات که تلاش ما در این برنامه هست بر افکار عمومی تأثیر بذاره، بر اهالی قلم تأثیر گذار باشه، بر مخاطب عام هم تأثیر داشته باشه. خوندن باعث بهبود سرنوشت ایران و ایرانی خواهد شد. ما سرنوشت ایران و تاریخ ایران را باید با آگاهی رقم بزنیم. امیدواریم که همونطور که ما سعی کردیم در این برنامه رسانه شما باشیم و یک صدا باشیم، بعد از این برنامه شما با اشتراک گذاری لینک این برنامه و ارسال فایل این برنامه برای دوستان خودتون به ما در انعکاس این صدا کمک بکنید. برای دیدن برنامه های ما میتونید به صفحات اجتماعی ما در فیسبوک که به این آدرس هست www.facebook.com/zoragadabiyat و یا به کانال تلگرام برنامه زورق ادبیات سر بزنید. برای هموطن ما در داخل کشور مصاحبه ها با حجم کم به صورت صوتی و تصویری به صورت قابل دانلود بارگذاری میشن تا از این طریق بر سانسور تحمیل شده بر ایران هم ما به نوعی فائق بیاییم. آدرس ما در تلگرام هست
telegram.me/زورق ادبیات. ممنون و سپاسگزارم که این قسمت از برنامه ما رو هم تماشا کردید. تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه با یکی از اهالی ادبیات، قلم و اندیشه، با آرزوی آگاهی برای همه شما مخاطبان این برنامه، بدرود و پیروز باشید. خدا نگهدار.